یه مدت دارم سعی میکنم موامو اینوری بذارم چون حس میکنم که فرق من این طرفی بوده، الان اینوریش میکنم که اوضاع یکم بهتر. سلام، دفعه سوم من دارم ویدیو رو ضبط میکنم و الان این بار دیگه هر اتفاقی هم بیفته ویدیو خوب باشه، بد باشه، کج باشه، بی صدا باشه، با صدا باشه، باور کنید هر جور باشه من دیگه منتشرش میکنم، چون من خودم به اندازه کافی دلم میخواد هی همه چی مرتب و منظم اینا باشه. بعد آدمم دسترسیش تا یه حدیه، همیشه همه چیز با هم خوب نمیشه. یعنی اگه شما هم این اخلاقو دارین که فکر میکنین که من خودم این شکلی هم، اگه واقعا فکر میکنین حالا چه واسه این که بخواین محتوا بسازین تو یوتیوب، چه بخواین یه کاری انجام بدین، اصلا بخواین یه دوره یه کلاسی شرکت کنین، یه چیز جدید یاد بگیرین یا هر چی، اصلا بخواین با یه آدم جدیدی دوست بشین، اگه فکر میکنین که قراره که همه چیزو بذارین وقتی حالتون خوب انجام بدین، سخت در اشتباهین. چون زندگی کلن اینجوری نیست که ما همیشه حال. خیلی وقت بود که من دلم میخواست پادکست ضبط کنم، بنابراین تبدیلش کردم به ویدیوهایی که از الان دارم شروع میکنم ضبط کردن و این اولیشه. یه اسمی هم میخوام براش پیدا کنم که این سبکی باشه که حدوداً 2 تا 3 تا در هفته دوست دارم بذارم. شاید بعدن یه جوری گرفتار بشم، کارم زیاد بشه، کار خودم، که نتونم واقعاً 2-3 تا در هفته بذارم، ولی تلاشمو فعلا دارم میکنم و سعی میکنم سر حرفم بمون. خب ببینم چیا نوشتم که دلم میخواست در موردش حرف بزنم. من اصلا خودم هنوز باورم نمیشه و اسمشو نمیتونم بیارم بگم آره من مهاجرت کردم. نه اینکه باورش نکرده باشم، چون هنوز خیلی تازه است، حدود 6 ماه اینطورا گذشته و شاید به نظرم زیر 2 سال خیلی هنوز تازه، چون 2 نفر ممکنه خیلی شبیه هم باشن به لحاظ رشته شغلیشون یا حتی سنشون و یا جایی که ازش میخوان مهاجرت کنن و به جای دیگه ای به، مثلا مثل اینکه یکی باشه که مثل من رشته تحصیلیش و شغلیش و کاری شبیه من بوده باشه. خب من معماری خوندم، لیسانسش رو گرفتم، بعد رفتم دانشگاه شهید بهشتی طراحی طلا و جواهر و گوهرشناسی اینا خوندم و حالا فکر کنین که این آدم بخواد مهاجرت کنه و من حالا امارات رو انتخاب کردم. کسایی که شبیه من میتونن باشن الزاماً اینطوری نیست که اون کاری که من کردم رو اونام 100% جواب بده و بتونن نتیجه خوب بگیرن. اصلا ممکنه خود منم 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که نه، اونقدری که فکر کردم اون مهاجرت اوکی نبوده. من دارم مثلا به کسی راهی نشون میدم، نه، من فقط اون مسیری که خودم بنا به فکر خودم، سرچم، مشورتم با کسایی که فکر میکردم واقعا و فکر میکنم سرشون میشده، بلدن، با تجربه، دلم خواست که این زندگی رو الان تجربه کنم. و تصمیمم برای اینکه اینجا رو انتخاب کردم بود که اولا امارات واسه من جای جدیدی نبود. 15 سال پیش آخرین باری بود که من اینجا بودم و خب ما اینجا خونه داشتیم، خیلی میومدیم میرفت از 25 سال پیش تا 15 سال پیش، خیلیه دیگه. خلاصه من فضای اینجا رو باهاش آشنا بودم تا حدودی و خب سفر کردن با زندگی کردن توی کشوری خیلی فرق میکنه. که ما میریم هتل مثلا مدام تورای مختلف فقط جاهای قشنگو بهمون نشون میدن، زمین تا آسمون با اینکه توی یه کشور و یه شهر دیگه آدم زندگی کنه فرق میکنه. اگه فکر میکنین همه اطرافتون دارن مهاجرت میکنن پس شما هم حتما باید این کارو بکنین، واقعا دلیل خوبی نیست.
الزامن مهاجرت کردن قرار نیست واسه همه خوب باشه. ممکنه یه ده حتی دوستش هم داشته باشن، دلشون بخواد مهاجرت کنن، ولی بعد از این مهاجرت واقعا اون احساس خوبی که باید رو ندارن. حالا این حسه میتونه درونی باشه، شخصی باشه، کاری باشه، به لحاظ پیشرفت باشه یا هر علت دیگه ای. و یه چیزی هم که من خیلی باش مسئله دارم، این که من چند بار دیدم به محض اینکه گفتم من مهاجرت کردم یا مهاجرت میخوام بکنم، ذهنشون فقط روی این بود میخوای بری کانادا، مثلا میخوای بری ایتالیا. خیلی ها تو این چند سال اخیر مهاجرتشون به کانادا زیاد بوده، ولی اینکه نمیدونم دختر خاله باباتون یا نمیدونم دختر عمتون اینا مثلا با خودشون فقط فکر کنن طبق یه سری داده و داشته کج و کوله که بهترین جا فلان جاست، بهترین جا فقط آمریکاست، بهترین جا فقط کاناداست یا بهترین جا فقط استرالیاست. اینو فقط یه سری داده است تو ذهن اون طرف. این همه کشور وجود داره. یه نفر ممکنه مهاجرت کنه به چین، یکی ممکنه مهاجرت کنه به کولومبیا، یکی ممکنه مهاجرت کنه به آفریقا. مهاجرت‌های موفقی هم باشن. کشوری که واسه مهاجرت انتخاب میشه خیلی ربط داره به اینکه خود اون شخص، حالا من خودم میگم، خود من کی هستم، چه خصوصیات اخلاقی دارم، شرایط زندگیم چیه، اصلا کارم چیه، سنم چیه، چه شرایطی برای من تو اون کشور وجود داره. و خب من در مورد خودم شناخت کافی داشتم، من سالیان سال بود به مهاجرت فکر میکردم، اما اینو همیشه مطمئن بودم و هستم که هیچ وقت انتخاب من کشوری نبوده که دور باشه. منظورم مثل کانادا، آمریکا، استرالیا و حتی یه سری کشورهای دیگه که شاید تو اروپا باشن ولی دورن. من همیشه برام مهم بود جایی که میرم همون روز بتونم یا نهایت روز بعدش بتونم سوار هواپیما بشم برگردم ایران و بالعکسش. و این موضوع اگه یکی میخواد اسمشو بذاره وای تو بیش از حد وابسته ای، واقعا به نظر من اینجور نیست. و به کسی میگن که حتی مثلا یه هفتم نمیتونه از یه شخصی یا خانوادش دور باشه، اون میشه وابستگی دیگه، اصلا جدا شدنی در کار نیست. من دلبستگی دارم بیشتر تا وابستگی، و اینجوری نبوده که بگم من اولین بار یه جای دیگه میرم. چندین تا کشور رو گشتم، یه سری تجربه ها بالاخره اندازه خودم دارم و به نظرم این بهترین انتخاب بود برای من، علل خصوص که از اونجایی که در مورد معماری و در مورد طراحی طلا جواهر امارات واقعا حرف برای گفتن داره و هر بیزینسی توی این دوتا رشته واقعا اینجا خوب خواهان داره. چند ماه پیش من داشتم یه سایت رو چک میکردم، دیدم یه نمایشگاه طلا جواهر توی دبی. قهوه بخورم. خلاصه من واسه اون نمایشگاه ثبت نام کردم، بلیط و اینا رو هم گرفتم، هتلم رو رزرو کردم، همه کارا اوکی شد و 9 روز اومدم دبی. واقعا اون سفر خیلی سفر عجیبی برای من بود، چون فکر کنید مثلا یه کشوری رو خیلی بار سالیان سال پیش دیدینش و الان دوباره برمیگردین، خیلی چیزاش همونه ولی پیشرفته تر، بزرگتر، شلوغتر، باحالتر. خیلی حس خوبی بود، یعنی واقعا یه حس نوستالژی هم داشت برام که خب خیلی چیزا مثلا چیزایی بود که قبلا دیده بودمشون بارها و بارها. خیلی حس باحالی بود و من کلا اصلا جو اینجوری رو خیلی دوست دارم، شهر یا هر کشوری که خیلی، مثلا من تایلندم واقعا دوستش دارم، چون همین جوری که هر کی تو خیابون راه میره همه دارن به هم لبخند میزنن و اون طبیعت گرمی که داره به لحاظ خوب زیبایی کشورش و مردمش خب ریلکسن، من اونجا رو هم خیلی دوست دارم. خب امارات وضعیتش فرق میکنه، ظاهر خب شهریش خیلی مدرن‌تره، قشنگ‌تره، همه جا خیلی تمیزه، مرتبه، خدمات رسانی توی امارات خیلی اهمیت داره و خب من کلن اینجور چیزها رو دوست دارم دیگه، کیه که بعدش بیاد. حالا شما فکر کنید یکی از بزرگترین برندهای لوکس دنیا SICIS که خیلی من باهاش احساس نزدیکی میکنم، چون هم کار معماری میکنن و هم طراحی جواهر و خب
شما اگه معمار اینو دارین این ویدیو رو میبینین، اینو میدونین دیگه که بزرگترین معمارا تو دنیا طراحی جواهر هم توی دوره کاریشون داشتن. یکیشو بخوام مثال بزنم، زاها حدیده. من رفتم اونجا، اون سه روزی که اونجا بودم، روز دوم با منیجر بخش مارکتینگشون حرف زدم و خیلی از من خوشش اومد. شروع کردم در مورد این برش توضیح دادم که وای من برندتون رو میشناسم، شما اینجوری میکنین اونجوری میکنین، پروسه ساختتون اونطوریه، و انقدر از من خوشش اومد کارت شخصیشو به هم داد، گفت من خیلی خوشم اومد و کارام هم دید اتفاقا همونجا و گفتش که من خیلی از تو خوشم اومده، حتما بر من یه ایمیل بزن. یعنی عاشق این برندم. SICIS میکرو موزاییکه و دیوونشم. کلن توی نمایشگاه های خارجی، برخلاف اون چیزی که نمایشگاه هایی که داخل کشور خودمونه هستن، بزرگترین برند ها یا بیشتر برند هایی که فعالن، حالا یا تو اون کشور یا کشور مختلف شرکت میکنن و قشنگ یه محیطیه واسه این که آدم ها با هم لینک بشن. یه سری نمایشگاه ها واقعا اینجوری نیست که صرفا بخوان محصولشون رو بفروشن، واقعا واسه ارتباط سازیه و واسه اینه که بگن من به عنوان یه برند هنوز هستم و الان هستم و فعالم و اسمشون رو بخوان مدام نشون بدن. اون چند ساعتی که من رفتم سر اون پروژه عکاسی طلا جواهر توی همون سفر اول 9 روزه، وقتی که کار تموم شد و فرداش خواستن از من تشکر کنن و من واقعا اونطوری رفتم که خب یکی از دوستای خارجیم واقعا گفت پاشو بیا. من برگشتم. خب دوستم زنگ زد، مجبور شدم بودم برم تلفن رو جواب بدم. میخوایم بریم ناهار بیرون، میخوام ببرمش یه رستوران ایرانی که یکی از قدیمی ترین رستورانای دبیه. این تهدیگشه که روش به انتخاب خودتون خورشت گوشت و قیمه میریزه یا بامیه، حالا هرچی که اون روزش باشه. اینم چلو کباب کوبیده با گوجه و کره. خلاصه تا اینجا واسه اتون گفتم که واسه این مهاجرت اصلا به این فکر نکنین که دیگران چی میگن. تجربه دیگران الزاماً 100% واسه شما خوب نیست. شما باید بدونین خودتون کی هستین، چی هستین، چی بلدین، هدفتون چیه. اصلا با اون کشوری که میخواین برین ارتباط میتونین واقعا برقرار کنین یا نه. من اصلا از کشورها و شهرهایی که سردن بیزارم، واقعا دوستشون ندارم. بابام همیشه میگه نگو متنفرم. من عاشق جاهایی هم که گرمن. الان که دارم با شما حرف میزنم هوا 50 خورده درجه است اینجا، 52 درجه اگه اشتباه نکنم، رطوبت هوا 50% و وسط اوج تابستونه، کسی نفس نمیتونه اون بیرون بکشه. بذار ببینم دیگه چی با هم میگفتم سریع بگم. لحظه سخت تو مهاجرت که دلم خیلی تنگ بشه چند بار داشتم که واقعا دوبارشو تو زندگیم نشده بود این شکلی گریه کنم. یه لحظه هاییشه که سخته، بعد اوایلش اینطوریه که هر 5 دقیقه آدم به خودش میگه من اینجا چیکار میکنم، واقعا من اینجا چیکار میکنم،